অ Moগt <lightweight> <s filtrate> به نام خدا سلام میکنم خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف هفتم امیدوارم که جانتان جور و سعدمند باشد شاگردای عزیز به درس شیرین ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید <متصفيق> خب شاگردای عزیز و گرامی مضمون ریاضی رو ما و شما میخوانیم سنف هفتم درست است و فصل چندم میشه فصل ششم هستیم خطوط موازی و عمود و درس چهارم امروز ما و شما میخوانیم اما عنوانی که ما و شما امروز باید بخوانیم عنوان ها یا عناوینی که باید بخوانیم چی است یک زاویه متممه زوایا یا زاویه های متممه داخلی یک طرف خط قاطع و دوم چه چهار زلی ها را میخوانیم چهار زلی یا چهار زلی ها فرق نمی کنه زلی هم گفته میشه زلی هم گفتم میشه پس ما دو عنوان ما و شما امروز باید بخوانیم زاویه های یا زوایای متممه داخلی یک طرف خط قاطع و چهار زلی ها خب شاگردان عزیز قبلی که بریم درس شروع کنیم کارخانگی درس گذشته را با ما روان میکردید دیگه نه روان کردید دیگه ان و چی بود و از طریق چی روان میکنید شاگرد عزیز از طریق واتساپ نمبرش هم چند است 20964 اگر کدام سوال دارید کدام پیشنهاد دا و انتقاد دارید میتونید پرسان کنید از ما از طریق همین نمبر که به شما خواندم خب شاگرد عزیز و گرامی همراه ما باشید خب شاگرده عزیز درس امروز ما و شما چی است؟ دو عنوان ما و شما باید امروز بخوانیم اول چی؟ زوایای متممه داخلی یک طرف خط قاطع و بعد از چهارزولی ها را میخوانیم اگر یادتان باشد ما و شما گفتیم اگر دو خط موازی داشته باشیم و یک خط قاطع یا خط مورب اگر یادتان باشد گفتیم مورب معنای چی است که نظر به ای دو خط دیگه کج است یعنی موازی با نیست بیایید دو خط قد بسازه ما و شما گفتیم 8 تا زاویه جور میشه که ما و شما گفتیم چی داریم زوایای متبادله داخلی داریم زوایای متبادله خارجی داریم و زوایای متوافقه را هم خواندیم در درس‌های گذشته درست است آل دقیقا همو درس ما و شماست ولی ادامه شما میم زاویه های چی متمم متممه داخلی یک طرف خط قاطر هم تعریف میکنیم که چیا هست پس ما شکل میکشیم سر تخته دقت کنید اگر ما و شما دو خط موازی داشته باشیم شاگردای عزیز دو خط ال1 و ال2 دو. گفتیم دو خط با هم چی باشد موازی باشد وقتی وقت به شک سمبول میمونی معنی که ال1 با ال2 چی است موازی است البته ما کمی رسامیم خراب است شاگرد عزیز خب نیست شما خودتان دقیق بکشین صحیح خب دو خط موازی ما و شما داریم اگر یک خط قاطع یا خط مورب بیا یا خط بسازه خط دی صحیح است گفتیم تا زاویه جور میشه زاویه 1 زاویه 2 3 4 5 6 7 و زاویه 8 هشت تا زاویه جرمشه درست است بهشکل 8 تا زاویه شد. که اگر یا تماشا شاگرد عزیز گفتیم زاویه 2 با زاویه 5 مساوی میشه و نامشان چی بود متواادله داخلی زاویه 2 با 5 متواادله داخلی است زاویه 3 با زاویه 8 متواادله داخلی است با هم مساوی بود نه زاویه یک با زاویه شش متبادله خارجی بود با هم مفایی بود زاوی افتم با زاویه 4 چه بود؟ متبادله خارجی و با هم برابر بود این درس قبلی ما شما بود بعد زاویه های متوافقه هم خواندیم زاویه متوافقه کدام بود گفتیم یک تا داخلی با یک تا خارجی رو باید در نظر بگیرید. زاویه دو با زاویه شش میشه زاویه دو با زاویه شش متوافق است زاویه یک با زاویه پنج میشه صحیح زاویه 1 با زاویه 5 دقت کن شاگرد عزیز اگر یادتون باشد گفتم که این زاویه 1 زاویه حاده است از 90 کوچکتر است با زاویه 8 نگیریه اش چی نگیری. افت اش منفرجه است از 90 بیشتر میشه حاده رو باید با حاده میگیری منفرجه رو با منفرجه زاوی یک با نام مثلا زاویه 1 که خارجیه با زاویه حاده داخلی باید بگیری با زاویه 5 پس 1 با 5 چی است متوافق است زاویه 4 که خارجی است با داخلی منفرجه باید بگیری با زاوی 8 میشه فیست با زاوی چار با زاوی اشت چی است متوافق است درست است هویار خوانده بودیم آل ما چی داریم درس امروز ما شما زاویه های متممه داخلی یک طرف خط قاطع این خط قاطع ما و شما خط مورب یک طرفش سمت راستش یا چپش فرق نمیکنه من راست به عنوان مثال میگیرم پس داخلی هم از زاویه 3 با زاویه 5 یعنی زاویه 3 با زاویه 5 میگیم زاویه های متممه متممه معنای چی است معنای شفت که جمع هر دو 180 درجه باید شود پس دقت کن شاگرد عزیز زاویه های داخلی متممه یا متممه داخلی یک طرف خط قاطع پس سه با پنج یا میشه متممه یعنی چی معنای است که سه اگر با اینا با هم مساوی نیست شاگرد عزیز دقت کنید این حاده است اون فرجه است منفرج هست. با حاده مفاوی نمیشه این از نوت کمتر است و از نوت بیشتر است ولی یار اگر جمع بسازیم جمعش 100 فیصد 180 درجه میشه با عنوان مثال اگر زاویه پنج ما و شما 50 درجه باشه زاویه سه با چند درجه باشد با چک میکنیم 50 با چند میشه 180 با 130 درجه پس اگر پنج ما و شما 50 درجه باشد زاویه سه ما و شما باید 130 درجه باشد صحیح است خب دیگه چی زاویه دو با زاویه 8 یا هم چی میشه متممه داخلی یک طرف خط قاطع گفتیم یک طرف یا راست یا چپ پس سه با پنج متمم است و دو با 8 متمم است صحیح است یا رو خب نوشتم میکنم پس زاویه های متممه داخلی یک طرف خط قاطع خب که شاگرد عزیز پس زاویه داخلی زاویه متممه داخلی یک طرف خط قاطع که گفتیم سه با پنج میشه سه و پنج رئیس اینا دقت کن چون اینا مساوی نیست ها یک تا شاده است دیگهش منفرج است فقط نکته شست نکته شست که ما یار اگر جمع بسازیم یعنی زاویه سر ما جمع بسازیم با زاویه 5، چند نشه آفرین 180 درجه حالا ثبوت میکنیم چرا 180 میشه و زاویه 2 هم با زاویه 8 چی میشه متممه داخلی یک طرف خط قاطع میشه پس چی میشه زاویه 2 و 8 یا چند اینا متممه هستند که نتیجه است جمع یا زاویه دو جمع زاویه هشت یا هم باید چند درجه هم باید یک و اشتاد درجه شود. سهی است خب حالا من یک یک ثبوت میکنم دیگه شم مشابه هم هست ثبوت هی چه رقم میشه دقت کن شاگرد عزیز به میگیم ثبوتش به میشه زاویه سه جمع زاویه دو شاگرد عزیز زاویه سه با جمع زاویه دو چند درجه میشه پس من نوشته میکنم ثبوت زاویه سه جمع زاویه دو شاگرد عزیز چند درجه میشه بگین شما زاویه سه نیست زاویه 2 است یار دو رو با هم جمع خط مستقیم میشه خط مستقیم چند درجه است آفرین 180 درجه پس این هم 180 درجه چرا چون یک خط مستقیم میشه خب شاگرد عزیز زاویه دو با زاویه 5 مساوی است میگیم بله چرا چون زاویه دو با زاویه 5 متبادله داخلی است پس زاویه دو مساوی است با زاویه 5 چرا چون متبادله متبادله داخلی است خب از این دو ما و شما میتونیم نتیجه بگیریم شاگرد از دقت کنید 3 جمع 2 شده 180 خب دو هم که با 5 مساوی است پس بجای جای دو من میتونم 5 با چون یاد مساوی است 3 با 2 شده 180 یعنی 2 با 5 مساوی است خب 3 با 5 هم پس چی میشه 180 میشه چون 2 با 5 مساوی است دیگه صحیح پس نتیجه میگیریم که 3 زاویه سه جمع زاویه پنج یه یعنی هم میشه 180 درجه پس یه هم از ثبوت خب شاگرد از این ما ثبوت چه زیاد کار نداریم سوال به ما و شما به این میته دقت کنید ما و شما در زاویه متوادل داخلی زاویه متوادله خارجی زاویه متوافقه می که اگر زاویه متوادله با هم مساوی باشد میگفتیم که دو خط با هم موازی است اگر دو خط با هم موازی باشد او زاویه با هم مساوی می شود صحیح است در زاویه متمم به شکل است اگر دو خط موازی باشد یک یک با دو موازی باشد سه با 5 باید جمعش چند شود 180 شود یعنی این به شما 50 5 50 50 درجه بیته و 3 شما باید درجه شود این اگر 60 درجه ما با چند و 120 درجه شود و برعکس از این اگر ما و شما دیدیم دو تا خط مواز... دو تا خط داره ولی نمیفهم موازی است یعنی خط قاطع یا خط کرده این دو تا زاویه متممه داخلی یک طرف جمع چی بود متممه شده یعنی جمعشون 180 شده پس نتیجه میگیریم که دو خط ما و شما چی است موازی است صحیح شد خب پس شاگرد عزیز ما تختار پاک میکنم و چند سال کار میکنیم پس شاگرد عزیز میرم و برمیگردیم و ها را کار میکنیم خب شاگرد عزیز و گرامی سوال به این شکل است دقت کنید مثال یا سوال نوشته می مثال نوشته می فرق نمی کنه مثال ماوشو به این شکل است گفته که یعنی دو خط با هم موازی است خط ال1 و ال2 از کجا فهمید موازی است چون خودش این شکل به ما و شما میمانه تیر که نکشید در اینجا چی میشه موازی است پس ال1 و ال2 موازی است خب به ما و شما گفته خط قاطع یارا بده خط کرده خط دی این زاویه گفته چند درجه است؟ ایزاویار گفته که 50 درجه است. گفته شما زاویه x دریافت کنید. این زاویه چی است؟ زاویه x است. گفته x دریافت کن. خب بسیار آسان است. زاویه 50 درجه و x چی است؟ متممه داخلی یک طرف خط قاطع است. پس یعنی 50 با x باید چند شود؟ باید 180 شود فريد. پس من نوشتن می‌کنم 50 x باید چند شود؟ 180 درجه شود. خب اول یک فهمتون دریافت کنیم. x چند چه زاویه با 50 درجه جمع شده باشه 180 درجه 50 درجه است صحیح چند میشه 130 درجه یا مثل معادله میتونیم کار کنیم یعنی 50 مص... م... م... علامه چیه مثبت است دوباره بار انتقال بدیم چی میشه منفی میشه پس میشه x ما شما مساوی است با 180 درجه منفی 50 درجه صحیح است پس x ما شما چند درجه میشه 180 منفی 50 درجه بگین آفرین 130 و... درجه احسن پس چی شد؟ پس ما شما چند درجه شد؟ 130 درجه ایکس تا نشم دریافت کنه. خب سوال بعدی دقت کن چقدر عزیز به ما و شما داده گفته یعنی دو خط به ما شما داده و این شک قطع کرده گفته یعنی 50 یا بگیم 60 درجه است به ما و شما داده صحیح است اینم داده 135 درجه گفت آیا دو خط ال1 و ال2 با هم موازی هستند یا خط دی باشد گفته که خط ال1 و ال2 موازی است یعنی 60 درجه یعنی 135 درجه خب چک میکنیم اگر بخواد موازی باشد باید هر دو چی متمم است دیگه هر دو جمعش باید چند چند شوه 180 خب جمع میکنیم 60 جمع 135 چند میشه 60 درجه جمع 135 درجه چند میشه 160 با 135 میشه چند 195 درجه صحیح است 130 بگیریم 60 میشه 90 درجه صحیح است 195 درجه صحیح است خب چی میشه میگیم با هم 180 نشد دیگه چون 180 نشده پس هر دو با هم موازی نیست پس 195 مساوی نیست با 180 درجه پس در نتیجه ال1 موازی با ال2 شاگرد عزیز نیست صحیح شد پس فهمیدیم دیگه شاگرد عزیز و گرامی که سوالش چه هم کار میشه اگر دو خط موازی باشد یاردو باید چه باشد متممه باشه یعنی جمعش 180 شود اگر به ما و شما داده باشه به نه گفته خط موازی است یعنی مشخص نکرده از ما سوال کرده موازی است یعنی باید یاردو اگر 180 شد پس اینا موازی است اگر نشد 180 جمع شد بگیم موازی نیست نه اینجا که جمع کردیم دیدیم که شد 195 درجه که با 180 نیست پس خط با 2 هم نیست درست پس از عنوان اول درس امروز ما شما زاویه های متممه داخلی یک خط قاطع نامش متمم است یعنی چی معنایش است که جمعش باید 180 درجه شود درست است <applause> خب شاگرده عزیز و گرامی پس من عنوان اول رو تیک مارک میکنم پس این رو زاویه های متممه داخلی یک طرف خط قاطع درست است اما عنوان دوم ما شما چی است چهار زلی ها پس شاگرد از میریم سر تخته و درس چارزویلی ها را شروع میکنیم خب شاگرده عزیز و گرامی چهارزویلی ها پس من بیشتر میکنم عنوان دوم درس ما و شما چی است؟ چهار زلی خب شاگرد عزیز چهار زلی چی است؟ ما و شما چند زلی را درسای قبل خوانده بودیم یادتان هست؟ گفتیم چی است خط منکسر منکسر یا شکسته گفتیم فرق من میکنه یک خط شکسته ای که بستن باشد و فقط هم در ابتدا و انتها یک دیگر را قطع کرده باشد درست است یادتون هست دیگه یاد خب حالا ما و شما اگر چهار تا می خط شکسته ما با شما چهار تا زل باشد میگیم بهش میگیم چی چهار زلی درست است پس چهار زلی با چهار تا زل داشته باشد با یک چهار زلی است ا سی و دی صحیح پس دقت کنید شاگرد عزیز اگر در درس های گذشته یادتان باشه در چند ها به این نقطه ها میگیم رأس و به این قطع خط خطا یا پاره خطا میگیم چی زل ای پس ای بی میشه یک زل بی سی دیگه زل سی دی و ای دی یا چه میشه چهار تا زل چندزلی یعنی چند شما میشه و ای بی سی دی چی میشه رؤوس یا رأس ها برش گفته میشه درست است خب پس چهار رو ما فهمیدیم چون در چند خواندیم اما چند و چارزولی داریم چارزولی هایی که بسیار مهم هستند و نام از هز... به عنوان نام میوانیم صحیح نامشون باید بفهمیم مثلا شما خواندن در مکتب خواندن در صف 1 و 2 و 3 یا... یا تا نصف گنه ما چی داریم مربع داریم مستطیل داریم صحیح دیگه چی داریم متوازی و اضلاع داریم دیگه و لوزی و زوزنقه درست است یار ما شما باید 5 تا رو باید یاد داشته باشیم پس من یار یک یک تا یک تا شکلش میکشم و چی مشخصاتش هم براتون نوشته میکنم باید در بفهمین پس ما تختر پاک کنم شاگرد عزیز پس چارزولی ما شما چارزولی هایی که بسیار و ما شما بسیار مهم است و معروف هستند اولی شست مربع نام شما نشته میکنم مربع شاگرد عزیز مربع چه نو چارزولی است؟ خب نامش رویش است چهار تا زل دارد و چهار تا زلش با هم چی مساوی است دقت کنید در مربع چهار تا زل باید با هم چی باشد مساوی باشد پس یعنی چهار تا زل باید با هم مساوی باشد پس چهار زل برابر سیست پس این ویژگی اولش نیسته که چهار تا زولش ما هم برابر است دیگه چی؟ چهار تا زاوی هم دارد که زاوی های اینا هم چند درجه است؟ یا هم چه زاوی هایش؟ ست فیصد باید 90 درجه باشد پس چهار زاویه 90 درجه صحیح چهار زاویه 90 درجه پس این دو ویژگی رو باید داشته باشه چهار زلش برابر باشد چهار زاویه از برابر چی برابر و مساوی با 90 درجه باشد خب شاگرد عزیز دقت کنید وقتی چهار زلش برابر زل های روبرو هم میتونیم بگیم با هم برابر است زاویه روبرو هم میتونیم بگیم با هم برابر است چون چهار تاش با هم برابر است دیگه صحیح خب پس چی شد این شد مربع چهار زل برابر چهار زاویه برابر و مساوی با 90 درجه به این میگیم مربع اما شکل بعدی شکل بعدی ما شما چی است مستطیل مستطیل چی هست شاگرد عزیز؟ چارزولی است اینا کلش نمید چارزولی هست دیگه نه چارزولی است که زل های روبرو با هم دقت کنید زل های روبرو با هم برابر است چارتاش برابر نیست ها اینی زل با این زل برابر است این زل با این زل برابر است زل های روبرو زل های روبرو یا رو مقابل فرق من روبرو نویشتن زل های روبرو برابر سیست زد های روبرو برابر با هم دیگه اصلا دقت مشاور عزیز موازی هم اصلا بعضی بعضی از کتاب ها میگه زد های روبرو موازی هم است دیم است یعنی زل با این زل موازی است خب سیف یعنی اگه ما یار به عنوان خط در نظر بگیریم تا لای ادامه بدیم هم دیگه قد نمی کنن. برابر وقتی باشه موازی هم میشه سیف برابر و موازی میتونه نشه کنیم و زاویه ها هر چهار زاویه چی است زاویه ها یا بگیم چهار زاویه بنویسید کنه به بهتره چهار زاویه مساوی 90 درجه پس چهار زاویه چند درجه است؟ 90 درجه. یعنی چهار زاویه باید چی باشد؟ 90 درجه باشد. پس شکل عزیز به این میگیم میگیم ش... مستطیل. پس دقت کنید چهار زولی که چهار تا زولش برابر باشه، چهار تا زاویه برابر و 90 درجه باشد میشه مربع. چهار زلی که چهار تا زاویه 90 درجه باشد و زول های روبرو با هم برابر باشد میگیم چی؟ مستطیل. خب شکل سوم ما شما چی شکل از عزیز شکل سوم در اینجا میکشم شکل سوم به این شکل میکشم دقت کنید خب دقت عزیز من گفتم کمی رسامی من خوب نیست یعنی خودتون در کتاب چطان دقیق بکشن سیست خب به این میگیم چی؟ چه چهار تا زولش اگر باید با هم برابر باشد به با این میگیم نامش لوزی سیست لوزی پس چهار تا زول برابر دارد دقت کن من چهار زلعه برابر پس چهار تا زلش با هم برابر است دقت کنید و دیگه چی زاویه های روبرو با هم برابر است این زاویه های 90 درجه نیست اما این زاویه کدی زاویه مساوی است این زاویه روبرو با این زاویه روبرو هم چی مساوی است پس زاویه های روبرو مساوی است زاویه های روبرو مساوی است پس چهار زلی که چهار تا زول برابر داشته باشد زاویه روبرو هم با هم چی باشد مساوی باشد میگیم چی لوزی سیست خب پس مربع مستطیل لوزی رو فهمیدیم شکل چهارم ما و شما چی است شکل چهارم ما و شما دقت کنید این شکل است نامش است متوازی الاضلاع متوازی الاضلاع دقت کنید خب چی است دیت متوازی الاضلاع زل های روبرو با هم مساوی و موازی و زاویه های روبرو هم با هم موازی با هم مساوی پس نشته می کنم زل های روبرو برابر هستند یا مساوی هستند زاویه های روبرو هم به این شکل است زاویه های روبرو هم برابر دقت کنید شکل عزیز و شکل آخر ما و شما چی است شکل آخر چارزلی آخر ما و شما زوز نقه است زوز چی رقم است شاگرد عزیز بانمایی برش کمی بزر... بزرگتر بکشم به این صورت زوز فقط چی دارد فقط شکل عزیز دقت کنید فقط دو زل موازی دارد مساوی هم حتی نیست دو فقط دوزل موازی است دو موازی پس نام شست خب شاگرد عزیز پس ما پنج تا چارزولی بسیار مهم داریم که نامش یاد داشته باشیم باید یاد داشته باشیم و خاصیت های باید بفهمیم ویژگی مشخص است اولی چی هست؟ مربع مربع چی هست شاگرد عزیز؟ چارزولی که چار تا زولیش برابر است و چار تا زاوی نوید درجه داشته باشد اگر هر چارزولی که این دو ویژگی داشته باشد به با اون میگیم مربع. خب مستطیل چی است مستطیل چهارزولی است که زل روبرو باید برابر باشد چهار تا زاویه درجه داشته باشد اگر این شرایط داشته باشد هر چهارزولی که این دو شرط داشته باشد با او میگیم چی مستطیل خب لوزی چی است لوزی میگیم چارزولی است که چهار تا زل برابر داشته باشد زاویه های روبرو هم چی باشد مساوی یا برابر باشد پس هر چارزولی که این دو شرط داشته باشد بر با اون نامش چی است با او میگیم لاوزی گفته میشه صحیح بعدی چی است متوازی الازلا. چهار که زل روبرو برابر زاویه های روبرو برابر صحیح و در آخر هم چی ززنقه ززنقه چهار است که فقط دو زل موازی دارد دقت کن مساوی هم حتی نیست دو زل موازی سعی شد خب پس این ویژگی ها رو ما و شما فهمیدیم حالا چک میکنیم سوال با ما شما به این شکل میگه دقت کن شاگرد عزیز خب مستطیل چی است با نان مستطیل میگیم چهار است که زل روبرو مساوی یا برابر باشد چهار تا زاویه 90 درجه هم داشته باشد شاگرد عزیز آیا این شکل ما این ویژگی ها رو دارد یا ندارد زل های روبرو برابر آیا این زل های روبروش با هم برابر است میگیم بله تازه چهار تاش برابر است مال کار نداریم زل های روبرو برابر است میگیم بله زل های روبرو با هم برابر است چهار زاویه 90 درجه هم دارد بله پس چون این شکل ما خاصیت ها یا ویژگی های شکل دارد پس مربع مستطیل است دقت کن مربع یک نوع مستطیل است آیا مستطیل مربع هست؟ خب باید چه کنیم؟ ببینیم اینی شکل آیا ویژگی های مربع را دارد؟ مربع چی میگه؟ مربع میگه زل ما باید برابر باشد آیا زلش برابر است؟ میگیم خیر. پس مستطیل مربع نیست اما مربع مستطیل است دقت کنید خب لوزی چی میگه؟ بگه چهار زل برابر زاویهای های روبرو مساوی آیا ای شکل ما چارت زلش برابر است میگیم بله زاویهای های روبروش برابر است بله هر مساوی 90 درجه است پس این شکل ما لوزی است مربع لوزی است آیا لوزی مربع است مربع چی میگه چارت برابر این چارت زلش برابر است بله مربع دیگه چی میگه چارت زاوی 90 درجه آیا چارت زاویش 90 درجه است میگیم نه پس لوزی مربع نیست ولی مربع لوزی است دقت کنید فهمیدید آیا شاگرد از این سوال مستطیل لوزی است یا یعنی نه خب لوزی چی بود شرایط لوزی چی میگه چهار تا زل برابر آیا چهار تا زلش برابر است میگیم نه پس مستطیل لوزی هم نیست خب شاگرد عزیز این متوازی الاضلاع چی زل های روبرو برابر زاوی های روبرو برابر آیا انی شکل ما متوازی الاضلاع هست خب بریم چک میکنیم زل های روبرو برابر آیا دو تا زلش روبرو با هم برابر است میگیم بله دو تا زل با هم برابر است میگیم بله زاویهای های رو آیا ای زاویه با این زاویه مساوی است بله این زاویه با این مساوی است بله پس چون این شکل ما اینی ویژگی ها را دارد پس مستطیل متوازی الاضلاع است صحیح شد خب آیا لاوی متوازی الاضلاع هست چک میکنیم زل های روبرو برابر این دو تا زل روبرو با هم برابر است بله این دو تا زل روبرو با هم برابر است بله زاویه های رو برابر ای زاویه کدی زاویه مساوی است بله اینی زاویه کدی زاویه مساوی است بله پس چون این شکل ویژگی های این شکل دارد پس لوزی متوازی از لا صحیح شد و یک نکته آخر هم بگم شاگرد کل از این چهار تای اول این یک دو سه چهار کلشان زوزنقه هستند چون زوزنقه چی میگه میگه فقط دو زل موازی داشته باشید آیا ای دو زل موازی دارد بله چون زلای رو برابر است مو... چی مساوی مساوی است موازی هم میتونه باشه پس یک باری چی میشه چی میشه؟ مواوی میشه. پس دو ویل موازی دارد، پس زل نقه است. ای دو نخست هست. این دو ویل موازی دارد، بله. طول های مستطیل با هم مساوی و مواضی هستند. پس این هم زد نخست آیا لوزی زل نقه است بله. زل های روبرو با هم برابر و مواضی هستند. متوازی الاضلاع زلهای روبرو با هم برابر و موازی هستند پس این زوزنقه هست این هم زوزنقه هست این هم زوزنقه هست و این هم زوزنقه هست صحیح شد پس دقت کن شاگرد عزیز سوال در کارخانه که داریم در به این شکل است و ما و شما سوال میته آیا لوزی مربع است باید چک کنیم اگر بخواهی لوزی مربع باشد باید خاصیت های مربع را داشته باشد مربع چی میگه؟ چهار تا برابر این چهار تا برابر دارد؟ بله مربع میگه چهار تا زاویه ما باید نوت باشد آیا چهار تا زاویه است؟ میگیم نخیر پس لوزی مربع نیست اما مربع لوزی است چرا؟ چون مربع خاصیت های لوزی را داره لوزی چی میگه؟ چهار تا برابر ای چارتزل برابر دارد بله زاویه های روبرو مساوی اینی زاویه روبروش مساوی است بله پس مربع لوزی است اما لوزی مربع نه سوال های کارخانی و امتحان به شک به شما و ما شما داده میشه صحیح است پس رو باید شما در ذهن خود داشته باشید که ویژگی یا ها چی است صحیح شد شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز پس درس ما و شما در اینجا خلاص میشه چارزلی ها را من فقط ویجیگاش نوشته کردم و شما میفهمید که چارزلی ها چند نوع پنج تا نوعی که بسیار مهم است ما و شما نوشته کردیم ویژگاش هم نوشته کردیم براتون بفهمین و سوالای کارخانه گیر باز بخیر کار میکنه متوجه میشین به ما و شما گفته مثلا مربع لوزی هست یه لوزی مربع است باید بفهمید که اصل یا نیست درست است شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز و گرامی پس چهار ها هم فهمیدیم، درست هست، کار کردیم و نوشته کردیم ویژگاه پس من تیک میکنم برای تان. اما، شاگرده عزیز باند، من این رو سه تیک مار کنم عزیز بگیرم، کار خانگی. کارخانگی تمرین صفحه 166 و 168 کتاب باید حل کنید با ما روان کنید در طریق چی؟ از طریق واتسپ نمبرش هم 20964 780 255 40 درست است؟ اگر کدام سوال کدام مشکل دارید میتونید پرسان کنید از طریق همین نمبر که به شما خاندم شاگردای عزیز و گرامی پایان درس چهارم از فصل ششم شاگردای عزیز مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا نگهدارتان